ارزش، با شکوه، لذت برد میدید که چنین جایی رو دارن که حتی چنین عروسی به این بزرگی رو میتونن برگزار بکنن. و مسلماً من تا حالا غیر از این خانم هیچ کس رو ندیدم از لیتوانی. در حالی که شما سوار اتوبوس بشید فکر کنم 30% الان ایرانی، یعنی اصلا راحت میتونید ایرانی ها رو ببینید و احتمالاً چند تا آشنا توشون داشته باشید. و هیچی از خودمون نداریم. واقعاً هیچی که بگید انجمن ایرانی ها یا کامیونیتی ایرانی ها که چیز قابل توجه باشه. داریم ولی هنوز اون شکلی که باید باشه نیست. من میخوام سریع بگیرم، وقت داره تموم میشه، برای میکنم یا داریم سوال جواب داشته باشیم. همیشه اسلایدهای من زیاده و وقت کمه. من در مورد این مسئله طلاق هم میخوام صحبت بکنم، چون که یکی از مسائل خیلی بزرگ جامعه ماست. و این یه مطالعه کوچیکی که من کردم. خب از 211 تا مریض من که پیدرپی اومدن، یعنی از روز اول ما شروع کردم تا 211 تا مریض بکنم تا آخر ما، ازشون پرسیدم در مورد اینکه ازدواج کردن یا نکردن یا وضع خانوادگیش چطوریه. و تو این مدت خب خانوم ها میبینید که اولا خواهد جالبه، کلا 60% زن هم از کسانی که میان توی مطلب روان پزشکی 40% مرد هستن. و از اون مردم خیلی هاشون به زور میان، یعنی واقعا اگر به خودشون باشین دوست ندارن میگم. و معمولا خانوم ها تهدید کردن که اگر نری دکتر ببینین دیگه بر نگرد کن. این هم از لحاظ چارچوب سنی این کسانی خانوم هایی که پیش من میومدن. و این انعکاس کل جامعه ایرانی است، یعنی اگر کل جامعه ایرانی تو تورنتو رو من میخواستم بهتون نشون بدم اسلاید دارم ولی نورسم وقت نخواهد شد. میبینیم که حدود 70-75% کل ایرانی هایی که تورنتو زندگی میکنن بین سن 24-64 هست. و این از یه لحاظ خیلی مهمه که اون سن تولیده، سنیه که آدم میتونه پروداکتیویتی خیلی بالایی داشته باشه. و درصد کسانی که بالای 65 جامعه ایرانی خیلی کمه، تقریبا 1/3 کل جامعه کانادا است. از این لحاظ بازم به نفع ما هست، چون که سرویس کمتری داریم میدیم به کسانی که پیر هستن. ولی طبیعتا خب یواش یواش ما پیر میشیم و بعد جوان‌ها باید ما سرویس بدن و یه مقدار میتونه مشکل بده. کل جامعه کانادا الان یه مشکل خیلی بزرگ داره، چون که درصد کسانی که مسن هستن خیلی بالا است و در نتیجه درصد خیلی بالا یا جامعه باید اونا سرویس بدن، از لحاظ پزشکی، از لحاظ امکانات، از لحاظ محیط زیست، رزیدنس و اونجور چیزا باید به اونا سرویس بده و این مشکل بزرگیه. در مورد مردان تقریبا همون سنه. و این وقتی ازشون پرسیدم از لحاظ جدایی، فکر کنم اسلاید بعدی بهتر بشه، این فکر کنم یه مقداری بهتر بشه. من ازشون پرسیدم که خب چند درصدشون ازدواج کردن، چند درصدشون جدا شدن. میبینید که توی خانوم ها فقط 33% گفتن ما الان ازدواج کرده و توی آقایون این درصد مقدار بالاتره، 45-46%. از این کسانی که ازدواج نکردن خب طبیعتاً 1%شون هنوز خیلی جوون هم ازدواج نکردن، اصلا هیچ وقت ازدواج نکردن. 13% توی زنها و 24% توی مردها هست. ولی چیزی که این بار تکرار هست این طرف هست، توی خانم ها 30% جدا شدن و این آمار خیلی بالاییه. توی آقایونی که پیش من اومدن 15%. ولی در نظر بگیرید اکثر آقایونی که میان خودشون نمیان، کسانی هم که همسراشون میگن شما مشکل داری، عصبانی میشه، زود از کوره در میری، باید بری دکتر ببینی و بیشتر تحت اون فشار اومدن. در نتیجه درصد کسایی که ازدواج کردن بیشتر، چون که به خاطر همسرشون اومدن توی جلسه. ولی در مورد خانم ها این درصد فوق العاده بالاست. از 30% جدا شدن ولی طلاق نگرفتن، حدود 17% جدا شدن و طلاق گرفتن و این حدود یه چیزی حدود 50% میشه. و اضافه بکنید به این حدود 5% کسانی که ازدواج کردن هنوز هم خودشون رو مزدوج میدونن ولی از همسرشون جدا زندگی میکنن و بیشتر این شامل کسانی میشه که شوهر توی ایرانه و زن توی کانادا است. و برای بعضی حداقل نصف اینها عملا اینا جدا شدن، یعنی خیلی وقتا مثلا من کسایی دارم که 2-3 سال یک بار همسر میاد اینجا و خانواده رو میبینه. واقعا زندگی زناشویی به اون معنی دیگه معنی نداره که بخوام اسمش بگم، ولی روی کاغذ حداقل ازدواج کردن. ولی هنوز خیلی چشمگیره 40% جدا شدن. و من اینجا بکنم فرق بکنم، چون که
ویژگی‌های برسونه داشته باشیم. چیزهای دیگه هست، من در اون خوشیدت رو اینام سر اسلاید دارم، ولی فکر کنم اینجا قطع بکنم و یه مقداری بحث و گفتگو رو بیشتر داشته باشیم. ولی دکتر، این مسئله طلاق بودم خودش یه جلسه کامل وقت ببره که اگه بخواییم وارد دیتیل بشیم و مسلما وقت میبره، یعنی فقط فقط آمار دادم که چقدره، ولی طبیعتا میشه نمیخوایم براش بذاریم در واقع. من فقط همین یه جلسه رو دارم، جلسه این جلسه ما مانور نیست. سعید و بچه‌های گروه فروردین این برنامه رو کنار هم گذاشتن. شما در نکنم نه 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 مال من خب ولی من توی برنامه ریزیش به هم منظورم که نقشی بذارم و لطف کردن که از من دعوت کردن من اینجا در خدمت شما باشم. در نتیجه من این جلسه رو دارم. حالا اگر شروع کردیم دوباره جلسات معمولی رو که هر سال داشتیم امسال هم شروع بکنیم، میشه یه جلسه هم به مسئله پرداخت. من در موردش صحبت کردم و به شکلی مفصل، یعنی یک جلسه کامل در مورد مسئله طلاق، یک جلسه کامل در مورد مسئله خشونت داشتم. ولی خب گفتم که بعد نیست در مورد مسائل و مشکلات مهاجرت در صحبت میکنیم یه اشاره هم بشه امروز داشته باشه. فکر میکنم برنامه بچه ها پره، یعنی چند جلسه خواهید داشت؟ ما کلا تا کریسمس داریم، ولی شما باید وقت بدید. نه این جلسه مال من یعنی من برای ایشون نوت کردن ما بیا با پیش بشون مال فریار من فریار ببین پریا بستگی داره چی بشه، چون که پریا خب دیگه نخواهد بود در جایی که چیزی که تصدیق آخر آگست از اینجا میرن یه مام بله یه مام تا کانستراکشن چه میشه دو ماه چون که این جایی که الان پریا هست که میخوام بسازم و در رجه باید برم جای جدیدشون جای جدید رو گرفتن توی همون فان ریزینگ داشتن اعلام کردن که جای جدید گرفتن. حالا نه یکی از برکات همین HST این بود $200,000 اضافه تر شد در تونستم پول بدن دارم در بعد من دیگه بعد از اون بالاخره باید یه جایی پیدا کرده. آقای دوستان من خودم یه من بحثت رو بیشتر طریق اینترنت رو بارو کنم و تنظر رو بحثت رو آشتا من رو در روش مهاجرت و جمعون ها و طلا و با همه این مسئله ولی حضینتش تا حالا این سال برام پیش اومده که بیشتر مثلا این آمار شامل خواهد خیلی خوبه جنرسانی خیلی خوبه زن آدم باز میکنه همه یه عوارد هوایا و بهتر آشتا میشونه ولی دنبال راه حلا میگردیم. من فکر میکنم خیلی دوستانی هم که اینجا صحبتتون هم اونقدر شیرینه که آدم ممتاز میشه باید یه جلسه بگیر رفت احتیاط کنه. من صحبت کردم در مورد همه اونا، یعنی من الان اگر من برگردم این اسلاید ها به هر حال ببینید خود مطرح کردن مشکلات یه قسمت خیلی بزرگه، ولی اگر اینجا رو شما نگاه بکنید همه اینا من انواع اقسام سخنرانی هست که توی جاهای مختلف داشتم و تو هر کدوم از اینا ببین من فقط هم داری بالا پایین میکنم شما تعداد سخنرانی من رو تو جامعه همه اینا تو جامعه ایرانی ها حتی من سخنرانی که برای جامعه غیر ایرانی کردم اینجا نیست. به اضافه اون چیزایی که برای پریا من سخنرانی کردم همش و تو اینا واقعا در مورد همه این مسائل من صحبت در مورد خیلی از این مسائل صحبت کردم. هر چقدر صحبت بکنیم طبیعتاً کافی نخواهد بود. می‌دونید همیشه این سوال است که خب حالا چی کار بکنیم؟ طبیعتاً تو تمام این صحبت‌ها کار کردن‌ها توش هست. یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی وقتی ما میگم که خب یه مشکل ما اینه که اطلاعات نداریم، ببین الان اگر شما مثلا لیلا سوشال ورکر توی فضای داره کار می‌کنه که ممکنه دسترسی به این اطلاعات داشته باشه. درسته؟ در واقع برای اون فرد این راهنمون هست که خب بد فکری نیست که اگر میتونیم حتی اگر امکانات بگیریم از محلی که ازشون براشون کار میکنیم که من دوست دارم همه این امکاناتی که هست و میشه در اختیار جامعه قرار داد به فارسی در بیارم و دوست دارم که مثلا محل کارم 2 ساعت در هفته برای این کار به من وقت میده. در واقع پول از محل کار داریم میگیریم که حداقل وقتمون داریم همش که نمیتونیم والنتیر کار کنیم مجانی کار کنیم. من میتونم چون که میتونم بیام 2 ساعت اینجا سخنرانی کنم مسئله هم نباشه چون 10 ساعت امروز کار کردم درجه از لازم مالی مشکل ندارم. ولی از همه جامعه نمیشه که انتظار داشته باشه همش والنتیر کنم. درجه این میتونه یه امکانات باشه، یعنی هر جایی که من هستم برم اون اطلاعات رو دسترسی پیدا بکنم و اینو در خیر جامعه قرار بدم. میتونه توی روزنامه‌های عمومی باشه، شهروند هست، ترانتو هست، چون ایران استار هست،
سایت های مختلف هست، یه کار میتونه باشه. درسته همینطوره تو این بحث هاست که پیش میاد، یعنی وقتی من میگم این مشکلات هست، بعضی از راه حل ها تو خود همون بیان همون مشکل هست. درسته در مورد جنریشن گپ مثلا صحبت میکنه، خب یه مقدارش ایجاد فضاهای مثلا خب پریای کار خوبی کرد اینه دیگه، جوان ها توش هستن، مسن ها توش هستن، همه گروه های مختلف سنی مثلا اونجا در کنار هم هستن. وقتی من سخنرانی میکنم بچه هایی که میان سپاه میکنم مثلا کامپیوتر و اینا را بچه های 17-18 سال هم بعد هم که من تمام میکنم اونا میان همه صندلی ها رو جمع میکنم، چون بعدش میخوام برنامه خودشون رو داشته باشن و این فوق العاده است. یعنی شما میاد میشینید بعد بچه 18 ساله میاد برنامه ایجاد و این یه ارتباط ایجاد میکنه، درست؟ و این فاصله رو کم میکنه. باید فکر بکنیم، یعنی همه ما باید بتونیم از این اطلاعات استفاده کنیم، وقتی مشکلات رو میدونیم با توجه به تجربه خودمون استفاده کنیم. حتی در رابطه با مسائل مثلا به این اعتماد برنس، این بچه های ما اعتماد برنس ندارن. من خب بکنم دو ساعت نیم در مورد این مسئله صحبت کردم دیگه، درسته؟ این همه اصلاحه که من در مورد این مسئله صحبت کردم و اینکه چطوری میتونیم با بچه همون کار بکنیم در مورد ایجاد اعتماد برنس. خب من در حد خودم مثلا من یه نفرم دیگه کار میکنم، سعید میدونم در حد خودش وقتی به عنوان والنتیر کلی کار داره میکنه، یعنی خیلی بیشتر از منم داره به عنوان والنتیر کار میکنه. من برخلاف تو آفیسم میگیرم و صبح که میرم تا آخر شب دیگه اونجا یا گروه حداقل اونجا، ولی مثلا میدونم سعید خیلی در کار میکنه، درسته؟ تو تلویزیون برنامه داره، پری که همه جا هست، همه جا رو حداقل ثبت میکنه. امروز دوربین بود دیگه، فرش کاری نکرد، ولی همه کار رو داره ثبت میکنه. یعنی هر جا برنامه‌اش دوربینش دستشه و داره ثبت میکنه که تو این شهر چه خبرهایی بوده، چه خبرهایی هست، چه خبرهایی خواهد بود. به هر حال کارهایی که همه با هم دست به دست هم بدیم و این جامعه رو بهتر کنیم. یعنی واقعا یه تفاوت بزرگ کانادا مثلا با ایران هم اینه، اینجا مردم سعی میکنن حداقل، یعنی جدا از سیاست‌های دولتی که الزاما سیاست‌های خوبی هم نیست، همیشه مردم یه نقش خیلی زیادی دارن، مردم سعی میکنن کنار هم باشن، امکانات ایجاد کنن، به هم امکانات بدن و این خیلی خیلی تاثیر مثبت زیادی داره. و ما هنوز توی کامیونیتیمون مشکل داریم با این مسئله. یه مقدار زیادیش چشم و همچشمی و حسادته، یعنی خیلی سخته برای ما بپذیریم که مثلا اگر من دکتر آزادی را یه نفر دیگه اومده مثلا از من بهتر برنامه میذاره، از من بهتر سخنرانی میکنه، اگر به دستم برسه میخوام خرابش کنم. نمیگم که واقعا شاید عالیه، زیر کار من کمتر میشه، اینطوری فکر نمیکنم. فکر میکنم که الان اومده مثلا و با بودن اون دیگه مثلا حالا جلسه من دیگه هیچ کس نمیاد، یا اگر یه فاند ریزینگ یه چون بنیاد پریا هست یه بنیاد دیگه میگه مثلا با این باشه، من باید خرابش کنم که خودم مثلا خوب باشم، یا پریا ممکنه همینطوری فکر کنه، یا مجله هم همینطور. مثلا اگه شهروند هست سلام تورنتو، سلام مثلا تورنتو دیگه مثلا بخوام هم دیگه آدم خوب نمیبینم خوشبختانه این کارو بکنم، ولی فرض کن من خوشبختانه توش که باز این روزنامه ندیدم که برای همین چیزی بخوام بنویسم، ولی مثلا میتونه اینطوری باشه. اگر حسادت داشته باشه میتونیم به جایی که کمک کنیم و امکانات گسترش بدیم هم دیگه رو خراب، ولی خب طبیعتا همیشه راه حل و اگر موضوع خاصی هست که در نظرتون هست، من الان هنوز نمیدونم اگر برنامه رو شروع کنیم، پریا شروع بکنه و جاشو داشته باشه، من هنوز نمیدونم در مورد چی میخوام حرف بزنم برای سال دیگه. هنوز اگر پیشنهاد خوبی دارید جوان ها بیشتر مثلا جوان ها هستش، بیشتر جوان ها هستش، بیشتر من که من در درجه اول پزشکم، یعنی کار اصلی پزشک و پزشک بودن هم بود و سرویسی که در درجه اول جامعه میدم از طریق روان پزشک بودن هم بود تا هر کار دیگه. یعنی دوست داشتم که از صبح تا شب دنبال این کارها باشه، ولی خب بعد دیگه اگر باشم این تعداد مریض هم که میدیدم دیگه اونها رو بکنم ببینم و دیگه نمیدونم چی میشه. در نتیجه از لازم من کاری بکنم نه، ولی از لحاظ اینکه من بتونم صحبت بکنم در مورد مشکلات، وقتی جوان ها رو میبینم، مشکلاتشون رو میبینم، میدونم به شما ها رو میبینم، مثلا پدر مادر رو میبینم و مشکلات از اون طریق میبینم، ارائه کردن این مطالب رو میتونم این کار بکنم، ولی اینکه حلش خب یه بحث دیگه رو مطالبه چی بیشه در از موضوع کارمند دیگه خارج میشه. خواهش میکنم. من برای اینکه از دوستانم اشاره یک افسرده یه شدید شده که حتی جسمی روش تاثیر گذاشته و الان دارو استفاده میکنه. این داروها سوالشونه که کمک